سلام بچه ها. سلام. میخواییم ببینیم تو مدرسه های ایران چه خبره؟ چه خبرتونه؟ آقا ما چرا از این کارا نکردیم؟ من ناراحت شدم. میتونن میکنن. خیلی خوبه. دیگه نیاز نیست تو کامنت ها بنویسیم. میتونیم میکنیم. به خدا منم کاش میتونستم. من؟ خب بچه ها سب کن من از ویدیوی اول شروع میکنیم. خدا رو شکر مدارس حضوری شده. دخترم برای کنکورش کامل درس هاشو یاد میگیره. دخترش خیلی بمبی. من هیچ حرفی واسه گفتن ندارم. خب اینو ببین پسر چیکار میکنه. بچه میافتی زمین. این تو ویدیو چیزم میتونست کاربورد داشته باشه. رفته بود رسمان استان. خدایش مدرسه ها خیلی باحال شدن. آره. اینو ببین داخل مدرسه دارن تیپ تاپ میگیرن. یه لحظه جا داره همون تو اینستا مود شده می نویسه که نوجوانای الان اینجوری هن نوجوانی من. اصلاحش نمی کردی؟ داخل مدرسه رو نمی دیدم فکر نمی کردم ایران باشه. ایرانی باشه اصلا اینا تو دوران مدرسه باشن. اینم ببین بازی ها یادته. ولی خدایش با این گرده مدرسه باید اینجوری مثلا بهت خوش بگذره. خیلی باحالین. آره خیلی خوبه. من که این به خدا موافقه به سطر سبیم انگاری نه اون نه که خیلی درسامون نه از اون وره نه همه باز نکنین. نه از اون وره انگاری دیوار افتاده نه از این وره داره. آره لذتشو میبره و بچگیشو میکنه نوجوانیش. اگه ما رو دیدی بدون که خیلی لایک داری. کسی مگه چیزی گفت میگی نظر دهنمو باز کنم؟ کاری ندارن تو؟ نه با تو کار ندارم که انگار خیلی مثلا مدرسه هامون تو همه چیش خوبه. بگذاریم با نکن. اینو ببینیم هیدیه رو با نکرده پس فرستاد اسمم گذاشی لاما اسمتون کاری به لاما ندارم. چرا یه آدم باید لاما باشه اسمش؟ کاری به این چطات هم ندارم به شخصی آدم ها نمیم. فقط خیلی دوست دارم بدونم چرا باید از زبان باینری استفاده کنیم برای چط. حالا بذار بیدم چرا باید استفاده ترجمه شما خب بعد دوست دارم عزیزم. حالا اینجا میتونی درجه عوض بکنم. معلمشون چقدر باحاله. ابراز علاقه یا عمل جا به جا کرده. آره این مرزهای مخزنی رو جا به جا کرده. بچه ما هم گوشی میبردیم مدرسه ولی خیلی با ترس و استرس و فلان قایمش میکردیم. الان چه خبره؟ واقعا هیچی نمیگن؟ دیدی داشت تو کلاس چت میکردی؟ معلمش هم اومده بود میگفت چرا با زبانه فلان داری؟ یه لحظه محب شد. من
هنوز فکر میکردم که محسنی مثلا مثل این که میگم برو بده موهاتو بزنه هست. او آیش دو سه هفت میشه اون هستیم را به آتش کشیدی سوختم من ندیدی خب او این اینو من دیدم خیلی باحال دختر باید اینجوری باشه دنبالش میکنه رسمن پسرم میره مدرسه درس بخونه پسرش آره من برای خودم اینجوری بودم دیدن که میگم من همین بودم مادر اونم اینجوری از دیوار دارم میرم بالا من یه سوالی تو ذهنم ایجاد شد برگم من یه چیزی در مورد این ویدیو میگم اینجوری قضیه رو دارکش میکنیم میریم ویدیوی بعدی رو به نظرتون اون موتور چی بود که این سواره شده؟ آره این وحش چرا؟ هیچکی هم نمیره آره آره من هم آره چرا هیچکی نمیگه که مثلا اوکی دعوا نکنی یا برن جلوشونو بگیرن؟ آره هم انگاه خیلی آره هم دیگه هر روز پنج بار این اتفاق میفته آره همین جوریه ببینیم این باز بهتره ببین الان میکوبتشتم باز میبینی تشویق میکنم پسرم میگن یه بار تو کلاس ما زدن دماغ یکی رو شکوندن باز همونی که زده بود دماغ یکی رو شکونده بود اونی که کشتی کج دارن اونا دعوا نمی کنن کشتی کج دارن من تعمیل می کنم آره این دانش آموزه چقدر خوشگلی تا دختر نه دانشه این اگه یونیفورم مدرسه نمی پوشید من باور نمی کردم خیلی خوش دیدیم مادر خیلی خوبه خیلی خوب می رکسه چیزی نمی من یه جوری عاشقانه به یه لحظه یه جوری عاشقانه به دوربین نگاه میکنم احساس میکنم این عشقه میشه تراوش میکنه از گوشی هم میزنه به مخاطبه های عشقه من یه دونه چیز دیگه هم بگم اینم در نظر بگیرینا الان دیگه پاییز شروع شده همه جای دست و دماغمون یخ زده این عشق بین ما و شماست که اینجوری ما رو گرم نگه داشته بریم این مدارس ژاپنه ببین تخت شد چقدر میتومده خیلی دلم بود چقدر نیاز داشتم تو مدرسه من از اونا داشته باشم شما هم اینجوری بودیم همیشه هم اون معلمی که ازش مثل سگ میترسیدی اون اینجوری بود یه جوری تدریس میکرد داشتی از خواب میمردی به زور اینجوری ششماد نگه میداشتی و مغزت میخوابی دیگه شکنجه میشدی من یه بار همینجوری خوابیدم معلممون هم معلم دفاع بود که خودش درسش لاتن مزخرفه معلمم که میترسیدم واقعا بعد من نفهمیدم که خوابیده بودم معلم اومد بالا سرم وایساده بود چند بار زد رو شونم من اینجور شدم که بذار بخواب گفت باشه بارو دستشو بخواه دست اینجوری شدم اینجه تا یه هفته نتونستم خب یه دونه ویدیو مونده اونم ببینیم چرا ما این چالش رو نرفتیم خیلی خوبه
قبلن هم دیده بودم، یه نفر تو قابلمه آورده بود وسایلشو. خیلی باحاله، خیلی عزت بخش بود. میرفتیم چیزه یه چیزی هم بگیم بگیم برگا میریزم. خیلی زیباست. جاتتون جا من تو پاییز افسرده میشم. تنها چیزی که میتونه حالمو خوب کنه همین طبیعته. دروغ میگه تو طبیعت. خیلی دروغ میگه تو طبیعت. میارم یخ میزنیم واسه همون دیگه مرزش کار نمیکنه که افسرده شد. خودش فکر میکنه که خوب میکنه. خودش فکر میکنه که وقتی میاد طبیعت حالش خوب میشه. نه شوخی میکنم. خیلی خوب بریم. هر بار من میگم لایک کنید حتما کامنت انگلیسی یه هایی چیزی بنویسید دیگه. هشتگ اواوی فلانی. او بچه چی میگو؟ تو برنامه ماکارونی دوست داشت. آره پیتزای ماکارونی. چجوری میگفت؟ چجوری مظلوم میشد؟ تولو میذار با هم دوست بشیم. تولا خدا بیا با هم دوست بشیم. میشه منو بغل کنی بگی تو دوست خوب منی؟ من عضو ایلومینیاتی. به قیافشم خیلی میخوره. خدا بیز همه چیز ما عجیب. تو فکر کن خداش راست میگه. تو فکر کن یه اروپایی هستی یا هر جای دیگه و میای تو ایران عروسی دعوت شدی. فکر میکنی که یه طبقه LGBT پایین داره با هم میرخصه، یه طبقه LGCD بالا با هم میرخصه. بس اوکیه. تو رو خدا همین که از اون دوران کلیپس و این پسرها اینجوری بودن گذشتیم، این خودش پیشرفت خیلی بزرگیه. نه اینو من قبول ندارم. بابا خیلی بابا تو رو خدا نگی. همون جوری که 5 سال قبل عکسای تو میبینی میگی چقدر زشت بودم، 5 سال یه لحظه صبر کن. همه رو میگم 5 سال بعد عکس الان تو میگی میبینی باز زشتی. میدونی چرا؟ همون دوره کلیپ تنگی فشن مشن بود. الانم شلوار شیشتی مد شده. 5 سال بعد میبینی همه اینجوری. خود من ببین بابا بشین دیگه الان نمیاد. ببینید ببین هرچی به نظر من خودم هرچی به سمت سادگی میریم بهتره. اوکی در کن میگم خودتون رو درگیر مد و فشن نکن. Yeah.